در موقع پیروزی انقلاب به اصطلاحی که میگویند، بنده مخفی شدم در شرایط بسیار دشواری که گفتنش ضرورتی هم نداره. اتفاقی است که برای بسیاری افتاد و متاسفانه بسیاری هم در اون شرایط جان خودشون رو از دست دادن، بسیاری دیدن ده ها هزار نفر، و محکوم به اعدام شدم چنان که همه میدانند. و بعد از 6 ماه موفق شدم که از ایران به کمک دوستان کرد خارج بشم، و چند روز بعد آمدم به فرانسه که همسرم در اونجا بود، و بعد از 1 سال یعنی در 1980 تقریبا شروع کردم یواش یواش به فعالیت دانشگاهی. از 1982 تا 1996 به طور دائم درس دادم در پاریس، و بعد هم به قول معروف بازنشسته شدم، و به دلیل خانوادگی به مناسبت که دخترمون در بروکسل زندگی میکرد، دختر ارشدمون و اینجا استاد دانشگاه هست، آمدیم به بروکسل و اینجا دیگه مستقر شدیم. کتاب‌های رو به احتمال غریبه به یقین عمر منده در همینجا به پایان خواهد رسید، گرچه خیلی دلم میخواست میتونستم در ایران باشم. از فردا بیخبریم. یک چند ماه بعد از اینکه به اینجا آمدم، به پیشنهاد یکی از مؤسسات نشر کتاب معروف فرانسه که شرکت آلبان میشل باشه، یک کتابی نوشتم به نام Les deux rêves brisés، دو آرزوی برباد رفته، که در حقیقت دو خاطرات آخرین روزهای ایران بود و یک نگاه نخستین به رژیم شاهنشاهی که سقوط کرده بود و به فجایع زمان انقلاب، یا لااقل فجایع نخستین روزهای انقلاب. و بعد از اون دیگه به همین ترتیب به موازات تدریس کار نوشتن کتاب‌های مختلف رو آغاز کردم و ادامه دادم، و به این ترتیب توانستم مقدار زیادی مطالبی که لازم بود درباره گذشته و حال ایران گفته بشه، البته از دیدگاه خودم بسیاری هم باش مخالف بودند و هستم، بگویم و بنویسم. سخنرانی هم میکردم خیلی این بر اونور، هنوز هم میکنم. چندین بار پاریس تشریف آوردید سخنرانی کردید؟ به جاهای مختلف فرانسه خیلی رفتم، به جاهای مختلف دیگری هم رفتم، انگلستان غیره. و در میان این کتاب‌های زیادی که نوشتم، 14-12 جلد باید بشه، بعضی هاش خیلی موفقیت آمیز بود و بعضی هاش خیلی پیشگویی‌های درست داشت. اندکی بعد از انتشار کتاب ایران دو رو بریزه، یک کتاب خیلی کوچک 100 صفحه نوشتم به نام پرونده سیاه بنیادگرایی اسلامی، دوسیه نوار دو لانتگریسم اسلامیک، و نمیخوام ادعای خاصی کرده باشم، ولی از روی نوشته ها و گفته های خمینی و بسیاری از نظریه پردازان این انقلاب اسلامی، تمام چیزهایی رو که اسلامگرایی افراطی در پی خواهد داشت در اونجا نوشتم. در حقیقت نویسندگان اصلی این کتاب اونا هستن، نه من. من جمع‌آوری راوی هستم. و متاسفانه امروز میبینیم که همش درست درآمد، همش درست درآمد. یک کتاب دیگری که خیلی توفیق پیدا کرد و به زبان انگلیسی هم ترجمه شد از فرانسه، کتابی بود درباره تحت عنوان Le choc des ambitions، برخورد جاه طلبی ها یا بلند پروازی ها، که به انگلیسی هم ترجمه شد و در حقیقت از زمان نادرشاه و به خصوص شاه فتحعلی شاه و عباس میرزا نایب السلطنه شروع میشه، و کوشش هایی که عباس میرزا امیر کبیر در میان این دو قائم مقام، قائم مقام فراهانی و بعد از اون انقلاب مشروطیت و دیگران، برای نوسازی ایران کردن و همه به دست خارجی ها
با شکست مواجه شد و بعداً ماجراهایی که برای ایران پیش آمد در زمان شهریور 20، در زمان کوشش شوروی ها برای تجزیه آذربایجان، در زمان که قوام السلطنه آذربایجان رو نجات داد، این بار دیگه بگم، و بعد بحران نفت، نهضت ملی ایران که در مرحله اولش از شخص شاه تا هر کسی در ایران جز توده ها همراه بودن با نهضت دکتر مصدق، بعد به بن‌بست رسید، سپهبد زاهدی تونست اوضاع رو جمع جور بکنه در طی ماجرایی که سعی کردن به اون نام کودتا بدن که در این مورد اگر سوال کردید من خیلی خوشحال میشم به شما توضیحات مفصلی بدم، برای که الان دیگه دوره ایست که باید گفت و اسناد و مدارکی هست که درش تردیدی نمیشه داشت. و این کتاب هم منتشر شد و خیلی در فرانسه لااقل موفق بود و به انگلیسی بعدن ترجمه شد و بعد دو سه تا کتاب هم پیاپی راجع به خود دوران انقلاب ایران نوشتم، یکی آخرین روزها، این ترجمه فرانسش فارسیش آخرین روزها که کرنه سکره شوت مار دو شا که آقای سور اسرافیل و خانم سیمون خیلی با سلیقه اون رو به فارسی ترجمه کردن و در یکی از اولین کتاب های شما بود فکر میکنم به فارسی، بله اولین کتابی بود که به فارسی نشر پیدا کرد، یادم هست با هم یک گفتگوی رادیویی داشتیم احتمالا، و در اونجا مطالب زیادی رو راجع به اون چی که خودم به خصوص دیده بودم، برای اینکه من اون روزها بگی واقعا هر روز و هر ساعت زندگی کردم با این بحران و با این انقلاب. و این کتاب در میان کتاب‌های فارسی برون مرزی به اصطلاح، غیر از یکی از کتاب‌های مرحوم شجاع‌الدین شفا، پرفروش‌ترین کتاب برون مرزی فارسی بود بعداً و به فارسی ترجمه شد، از فرانسه به انگلیسی ترجمه شد و به زبان لهستانی هم ترجمه شد. به چرا واقعا هنوزم نفهمیدم چرا ترجمه شده، ولی بسیار کار خوبی کرده هر کی ترجمهش کرده. بعد کتاب خمینی در فرانسه رو نوشتم که اون هم به فارسی ترجمه شد و در لس آنجلس پخش انتشار پیدا کرد و موفقیت آمیز بود و در نهایت امر زندگی شاه رو، آخرین شاهنشاه، البته کتاب به فرانسه است، که ترجمه شد به فارسی که اونم بسیار موفق بود و فرانسهش و بعدن فارسیش و در حال انتشار به زبان انگلیسی الان در امریکا چاپ میشه. و بالاخره یک بیوگرافی از شاه عباس به همکاری یکی از دوستان فرانسوی نوشتیم و چند روز اخیر یک کتابی تحت عنوان چهره‌های درخشان تاریخ ایران که عبارت باشه، عنوان فرانسهش لگان فیگور دو لیران، چهره‌های بزرگ ایران، که از زرتشت شروع میشه و به رضا شاه ختم میشه، کسانی که ایران رو ساختن به طرق مختلف، زرتشت، فردوسی، ابن سینا، داریوش، کوروش، داریوش، شاپور اول، مهرداد اول، تا شاه اسماعیل و شاه عباس و بالاخره نادرشاه و امیر کبیر و رضا شاه آخرینش. و من مخصوصا در مورد کتاب اخیر که تازه دو ماه انتشار پیدا کرده، امیدوارم جوانان ایران این کتاب رو بخونن و بدونن که از 4000 سال پیش تا کنون این مملکت که ایران باشه چرا اولا ایران نام بیافته که میدونیم همه، و به خصوص بدانیم که این مملکت چه جایی در تمدن جهانی داشته و چه بزرگانی داشته، برای اینکه همه فراموش کردن اینو، اینجا هم که حتی توجهی به این مسائل نمیشه و متاسفانه میبینیم که دستهای مختلفی به علل مختلف، از خودمون هم جزش هستیم ایرونی ها، سعی میکنن تاریخ ایران رو لکه‌دار بکنن، بزرگان ایران رو لکه‌دار بکنن. به چه دلیل اینو میفرمایید؟ ببینید آقای شاهد، کسی که حافظه نداره شخصیت نداره، کسی که ندانه از کجا میاد نمیتونه در بیابه که به کجا داره میره. واقعا میبینیم که یک افکار عجیبی در بعضی از همیهنان ما هست که بگویند ایران هیچی نبوده و سعی بکنن ایران گذشته رو کوچیک کنن، ایران گذشته رو از زمان کوروش و قبل از کوروش تا زمان اخیر، زمان خودمون. و خارجی ها هم که اصولا در خیلی، بگذاریم از بزرگانی مثل هانری کوربن، هانری ماسه و غیره و غیره، پوپ، پروفسور پوپ و غیره، که عاشق ایران بودن و چقدر به شناسایی و شناساندن تمدن ایران کمک کردن، با
خیلی از خارجی ها میخوان ایران رو به ردیف کشورهای درجه دوم و سوم تحت نفوذ خودشون. تعجب میکنید؟ نه تعجب نمی کنم. ما باید از خودمون دفاع کنیم. بله، حیف هم میاد که از این فصلی که واقعا ساعتها میشه بهش اختصاص داد به آسانی بگذاریم، مگر اینکه این پوسترش رو قدیم در مصاحبه رادیویی با هم، یعنی شما در واقع فرمودید، بپرسم آیا امروز میشود تعریف دوباره از تغییر حکومت داد؟ واقعا انقلاب، واقعا کودتا، واقعا دسیسه، یا واقعا یک جنبش ملی؟ هیچ تردید نیست که در سالهای آخر دوران سلطنت محمد رضا شاه نارضایی عمومی فزاینده بود. کسی که بخواد این رو تکذیب بکنه واقعا اشتباه کرده، و هیچ تردید نیست و امروزه دیگه بیان این مطلب یک بحثی درش نیست، برای اینکه مدارک مسلم تاریخی و سیاسی انتشار یافته. فراموش نکنید که دسترسی بسیاری از اسناد و مدارک دیپلماتیک فرانسوی، انگلیسی، آمریکایی، به خصوص فرانسوی و آمریکایی الان میسر هستش. هیچ تردید نیست که سیاست‌های خارجی، سیاست‌های غربی به خصوص و شوروی هم از این استفاده کردن، کوشیدند که ایران رو در هم بشکنند، قدرت ایران رو از بین ببرند و حکومت ایران رو عوض کنند. این مدرک 3-4 سال پیش انتشار یافت که از امریکا 150 میلیون دلار برای انقلاب ایران خرج شد. بگذاریم از کمک هایی که آقای رمزی کلارک به نوفلو شاتو رفت. رمزی کلارک اون کسی بود که همه اسمش آخر سر البته، ولی خیلی هست. من در کتاب خمینی در فرانسه جزئیات اینو نه از روی شایعات و حرفایی که ایرانی‌ها می‌زدن، از روی مدارک رسمی پلیس فرانسه، وزارت خارجه فرانسه، وزارت خارجه امریکا، اینا هست اینا نقل کردم و نوشتم. خارجی‌ها به این آتش دامن زدن و بنابراین توطئه بین المللی برای سقوط ایران هم به نارضایی های داخلی اضافه شد و هم از نارضایی های داخلی که البته خیلی عللش مفصل گفتنش بهره برداری کرد. و ما ایرانی ها لااقل ما مسئولین، من دوم با شخصا مسئولیتی نداشتم، ولی به هر حال بودم در ایران، نمی بایستی تسلیم می شدیم، می بایستی مقاومت می کردیم و می بایستی ایران رو روی یک سینی نقره یا سینی طلا تحویل انقلابیونی که در حقیقت ویرانی ایران میخواستن نمیدادیم. آقای دکتر خیلی عذر میخوام، وقت این بخش از برنامه رو به اتمام، نمیدونم این گفته و خواسته شما تا چه حد عملی بود، آیا مقاومت معنا پیدا میکرد، سوریه و لیبیه دیگری در اون سالها ساخته نمیشد. فقط مردم ایران نبودند که به گفته رژیم به صحنه آمدند، بلکه کارگردانانی در بیرون مرزها حضور داشتند، درسته؟ دقیقا اینطوره. سیاست‌های بین‌المللی، سیاست‌های غربی به خصوص، از حکومت ایران و از شاه، از محمد رضا شاه، روز به روز بیشتر ناراضی می‌شدن. به چه دلیل؟ به دلیل سیاست مستقل ملی که اون موقع ایران روز به روز برش بیشتر تکیه می‌کرد. مثل جنرال دوگل، شما خیال نکنید حوادث مه 1968 رو خیلی ها در زنده باد کبک آزاد، زنده باد کبک آزاد یکیش بود، ولی بعدن معلوم شد که خیلی هم از خارج پول می آمد برای اینکه این آتش مه 1968 رو دامن بزنه. به اون بذاریم کنار. سیاست مستقل ملی در سیاست خارجی، قدرت نظامی فزاینده ایران، شاید هم واقعا شاهی خورده زیاده روی کرد در این مورد. اینکه به اون میگفتن ژاندارم خلیج فارس یک اتهام بود یا یک تشویق؟ هر دو. عجب. هر دو. برای اینکه ژاندارم خلیج فارس یعنی چی؟ ایران از هزاران سال پیش در طی ادوار مختلف قدرت برتر بود در منطقه خاور نزدیک و خاورمیانه و خلیج فارس، و خیلی طبیعی بود که ایران بتونه امنیت این منطقه رو حفظ کنه. وقتی که انگلیس ها از خلیج فارس رفتن بیرون، یک خلأ ایجاد شد
و اون خلاء رو بالاخره یک کسی میبایستی پر کنه، یا شوروی ها پر میکردن یا امریکایی ها که شاید بعدشون هم نمیامد، یا ایران با سیاستی که داشت و با قدرت نظامی که پیدا کرده بود. یکی این بود. یکی دیگر این بود که از سیاست نفتی ایران که به هر حال الهام بخش شاه بود و از زمان مصدق شروع شده بود، ناراضی بودن شرکت‌های بزرگ نفتی، و می‌دونیم همه که شرکت‌های بزرگ نفتی در سیاست‌های بین‌المللی چه تأثیر عمده‌ای دارن. من خوب به یاد دارم در همون سال‌های آخر یه روزی اعلیحضرت به من گفتن، نمی‌دونم به چه مناسبت بود، که اون آرزویی رو که اون پیرمرد لجوج، همیشه از مصدق که صحبت میکردن میگفتن پیرمرد لجوج، نه بد نه خوب میگفتن پیرمرد. یک احترام نهانی هم ظاهرن بهشون. خیلی خیلی خیلی. اون پیرمرد لجوج نتونست به کرسی بنشونه، بالاخره ما موفق شدیم. موفق شدن و چوبش هم خوردن. و اینا همه جمع شده بود. به هر حال دیگه شاه برای دنیای غرب یک کسی غیر قابل تحملی شده بود، کسی که عیبای دنیای غرب بهشون میگفت، ولی متاسفانه در رفع عیبهای داخل مملکت دیگه توجهی بعد از 1974 عملا اعلیحضرت توجه به سیاست داخلی رو فراموش رها کرده بود و در صحنه بین المللی بازیگر اصلی بود. همه اینها با هم جمع شد، ولی با تمام این احوال یک نکته رو من بگم، نمی بایستی تاریخ رو نمیشه دوباره نوشت، ولی حق نبود و نمیبایستی که ایشون ایران رو ترک میکردن. اگر شاه نمیرفت هرگز خمینی جرأت نمیکرد به ایران برگرده. اگر شاه نمیرفت ارتش ایران بی فرمانده و بی سرپرست نمیموند. و متاسفانه ارتش ایران رو چنان ساخته بودند که یک ارتشی نباشد که خودش تصمیم بگیره. موقعی که اعلیحضرت در مراکش بودن، قبلش کار نداریم که خیلی تا روزهای آخر همیشه ارتش به ایشون میگفت که اجازه بدید که ما نظم رو برقرار کنیم، اتفاقی هم نمیافتاد. مسلماً یعنی شما اعتماد میکردید به ارتش بود فردوست مسلح وارد کاخ نیاوران بشه؟ فردوست مسلماً، متاسفم درباره شخصی که زنده نیست بگم اینو، فردوست مسلماً خائن بود، ولی ارتش ایران نیروی زمینی، نیروی هوایی، نیروی دریایی، نیروهای مخصوص. ولی اگر ارتش بود فردوست بود دیگر فرمانده و پادشاهی در کار نبود. فردوست در ارتش هیچ نفوذ نداشت. ارتش فردوست رئیس دفتر ویژه بود و در روزهای آخر با رئیس ستاد ارتش وقت، ارتش بود قره‌باغی، اینا گرداننده اعلام بی‌طرفی ارتش شدن، که البته الهام بخش اصلیش جنرال هویزر بود و اینم دیگه مدارک رسمیش وجود داره که آمد و به اینها گفت که اگر تسلیم نشید ارتش ایران ما خورد میکنیم زیر فشار خودمون، بهش اسلحه دیگه نمیدیم، چه نمیکنیم، چنین و چنان میکنیم. هویزر و امریکایی ها یک بار، اینا رسمیست، بنده اختراع نکردم، سندهاش هست، مثل 10 ساعت با رهبران اون چیزی که بهش میگیم انقلاب، و انقلاب هم بود، با آیت الله بهشتی دیدار داشت، بهشتی بود و دیگران هم بودن، بازرگان بود که بعد خودش هم جارو کردن رفت، و امریکایی خیلی روی بازرگان و روی بهشتی حساب میکردن. و جبهه ملی، جبهه ملی رو هرگز شاید روش حساب نمیکردن. جبهه ملی برای یک مدت کوتاهی، اولا جبهه ملی رو من نمیدونم دقیقا چی بود در اون موقع، ولی جبهه ملی یک مدت کوتاهی از اسمش استفاده کردن و بعدم همینطور که خیال میکنم دکتر سنجابی در کتابش نوشت، مثل یک کلینکسی که استفاده کرده با ازش دورش ریختن. متاسفانه مسلماً بسیاری از ایرانی ها فکر میکردن که روی کار آمدن جبهه ملی باعث خواهد شد که یک نوع دموکراسی نسبی در ایران به وجود بیاد، ضمن رعایت قانون اساسی، یعنی ضمن حفظ سلطنت مشروطه بدون اینکه شاه حکومت بکنه. به هر حال همه این عوامل دست به دست داد و اون چیزی که نمی بایستی بشود شد. ولی من این رو باید بگم که در تا آخرین ساعت ها کسانی بودند که سعی کردند از رفتن پادشاه، از رفتن شاه اعلیحضرت به خارج جلوگیری کنند و ایشون رو منصرف کنند. متاسفانه موفق نشدند.
باید اسمشون رو ببرم، البته چند تا اینم فراموش کردم یا دیگه نمیشه همه اسما رو برد، آقای زاهدی، اردشیر زاهدی، آقای دکتر اسلان افشار، خود مخلصتون، مرحوم دکتر باهری، تا یک ساعت قبل و دکتر صدیقی گویا اون الان بهش میرسن، یک ساعت قبل از اینکه اعلیحضرت از ایران پرواز بکنه دکتر باهری رفت پهلوی شاه و ازش استدعا کرد، التماس کرد که از ایران نروید و شاه بهشون گفت هنوز تصمیم نگرفتیم. وقتی باهری از کاخ خارج شد از اون وقتشون رفت سوار هلیکوپتر شدن. کسی که کمتر اسمش برده شده و در اون زمان خیلی فعال بود دکتر قاسم معتمدی، رئیس سابق دانشگاه اصفهان و بعداً مدت کوتاهی رئیس دانشگاه تهران و بسیاری دیگر محالا و ارتشی‌ها همه میل داشتن که اعلیحضرت در ایران بمونن و ایشون رو حفظ کنن و مملکت رو نذارن متلاشی بشه. وقتی که اعلیحضرت از دکتر صدیقی خواستن دولت رو تشکیل بده، اسم دکتر صدیقی بردید، دکتر صدیقی فقط یک شرط گذاشت که اعلیحضرت در ایران بمونن، تهران نباشن، بروند به یکی از پایگاه‌های نظامی برای اینکه ارتش متلاشی نشه و ایشون اختیارات مملکت رو به دست بگیره به عنوان رئیس قوه مجریه و اوضاع رو آرام کنه. متاسفانه با اون چیزی که خارجی‌ها می‌خواستن و به حال به شاه تلقین شده بود مخالف بود. مدت خیلی کوتاهی به دکتر بقایی تکلیف شد که بیاد و اون هم همین شرط گذاشت، 15 روز وقت خواست، گفت من در ظرف 15 روز شما تشریف ببرید پایگاه وحدتی. نمیتونه گفتن کیش یه موقعی نه گفتن. صحبت کیش نبود، کیش رو میگفتن چون خیلی خوشنام نیست کیش نرود. دکتر صدیقی میگفت تشریف ببرید به بندر عباس. بندر عباس ولی آقای دکتر نوانی من رو ببخشید، نه آگاهی تحلیلگری دارم واقعا بدون تعارف و نه آشنایی به زوایایی که شما ازش باخبرید، اما فکر نمی‌کنید اگر پادشاه مونده بود همونطور که ارتش بود بدرهی ترور شد، یعنی ماندن پادشاه در آن روزها به 24 ساعت تا یک هفته پایان میگرفت ابدا و ادامه، یعنی فکر میکنید ایشون موفق میشد که من فکر میکنم با نارضایتی مردم کمتر میشد یا بیشتر و ایشون به ضرب گلوله و اسلحه میمون؟ چرا به ضد حفاظت شاه خیلی خوب بود تا دقیقه آخر، خیلی وقتی تانک در خیابانه ایشون فرمانده یه تانک ها رو به عهده بگیره؟ نه، به ارتش دستور میدادن و این کار چند روز قبل از اینکه همه چیز تمام بشه، فکر میکنم در زمان، اینم شواهد و روایاتش هست، در زمان حکومت شاپور بختیار بود قبل از اینکه شاه از ایران بره، که مرحوم سپهبد امیر هوشنگ حاتم که هنوز قره‌باغی رئیس ستاد نشده بود، که کفیل ستاد بود بعد از انتصاب ارتش بود اساری، مرحوم ارتش بود اساری به ریاست دولت، به شهبانو تلفن میکنم که شاه دیگه به تلفن ها جواب نمیداد، به شهبانو تلفن میکنن که قربون اجازه بدید ما نظم رو در شهر برقرار کنیم، این اصلا مطلبی نیست برای ما. اولیا حضرت فرموده بودند که من اعلی حضرت میام کسب تکلیف میکنم، حالا کردن یا نکردن نمیدونم، ولی جواب دادن که خیر کاری نمیشه کرد. البته این یک عقیده شخصیه. من فقط طرفداران حکومت 500 هزار نفر حد اکثر به یک تظاهرات خیابانی دست زدن و انصاف قریب به اکثریت مخالف بودن، نه؟ اکثریت شهرنشینان مخالف بودند و هم میخواستن از این ناراحتی هایی که وجود داشت خلاص بشن، ولی تاریخ نشون داده که همیشه اکثریت طرفدار اون کسی هستند که قدرت رو به دست میگیره. همون تظاهرات قانون اساسی که شما بهش اشاره کردید فکر میکنم همون بله دقیقاً 500 هزار نفر درش نبود، طرفداران خمینی بعدن گفتن 400 هزار نفر برای اینکه خطر ضد انقلاب رو بزرگ کنن، ولی 200 هزار نفر قطعا بودن و قرار شده بود که 15 روز بعدش تظاهرات دیگری بشه و پیش بینی شده بود برای اینکه کارگرها رو مانع شدن که در این تظاهرات شرکت کنن، 500 هزار نفر پیش بینی میشد که در این تظاهرات شرکت خواهند کرد. مسلما یک بخش بزرگی از افکار عمومی ایران طرفدار موندن شاه در ایران بودند و مسلما اکثریت قاطع ایرانی‌ها طرفدار یک تغییری در اوضاع بودند، ولی شاید من فکر می‌کنم که اکثر اونها فکر می‌کردند که خود شاه می‌توانه این تغییر رو پیاده کنه و به اصطلاح انجام بده. دکتر صدیقی از همون جمله بود، آیت الله عظما شریعت مداری از اونها بود، آیت الله عظما خونساری از همونها بود، آیت الله خویی
از از نجف او هم مخالف بود با که شم مرد شماره یک سلسله مراتب تشیع بود در اون موقع، اینا همه مخالف بودن با رفتن شاه از ایران. فراموش نکنید که اگر اوضاع عوض میشد، اگر اوضاع عوض میشد مسلما این پیش آمد، میگم مسلما نمیتونم بهتون بدم، برای نمیتونم تاریخ رو دوباره بنویسم، هیچ کس نمیتونه بنویسه، ولی مسلما اوضاع به این صورت نمیموند. به اوضاع سوریه و لیبی مقایسه نمیشود که اولا ایران سوریه و لیبی نبود و نیست. نه وقتی دخالت خارجی رو میگویید که در... که امروز هم میگوین جمهوری اسلامی نه تنها ژاندارم خلیج فارس که به هیچ وجه نیست، برعکس ژاندارم خاورمیانه در سوریه خب در تا حدی هست، تا حدی هست و این هم پس این عیبی نیست ظاهرا. ببینید ما در اون زمان در یک دنیای دو قطبی زندگی میکردیم، الان هنوز دنیا دو قطبی نشده گرچه داره سه قطبی میشه، مسکو، پکن و واشنگتن. اون موقع دنیا دنیای دو قطبی بود. امکان این که این رو دیگه هر کسی که تجزیه و تحلیل درستی بتونه از اوضاع بین المللی بکنه قبول میکنه، امکان این که دخالت نظامی بکنن غربی ها برای سقوط شاه ممکن وجود نداشت و به احتمال قریب به یقین این تجزیه و تحلیلی بود که ما میکردیم در اون زمان. اگر اعلی حضرت نظم رو برقرار میکردن، شریعت مداری، خویی، خونساری و دیگران هم همینه میخواستن، صدیقی، بقایی، البته میبایستی شاید بعداً به نفع ولیعت کنار برن برای اینکه اوضاع آرامش پیدا بکنه. اشتباه بزرگ، خیلی بزرگ، خیلی خیلی بزرگ ایشون اون نطق، اون پیام شوم صدای انقلاب شما رو شنیدن بود که نمیبایستی اون صحبت رو میکردن. ایشون رو وادار کردن، این رو هم نمیشه درش تردید کرد، دیگه اقرار هم کردن کسانی که این گزارش، این پیام رو نوشتن، که چندین بار و به خصوص یک بار به صراحه قبول بکنه که به قانون اساسی احترام نگذاشته و قانون اساسی رو رعایت نکرده، و همین کافی بود که زیر فشار خارجی ها و داخلی ها مجلس تصمیم بگیره که ایشون رو از سلطنت خلع کنه، چون که احمد شاه رو از سلطنت خلع کردن و سلطنت رو تفویض کردن به بعدن از با مجلس مؤسسان به خانواده پهلوی، یعنی به رضا شاه، به سردار سپه. متاسفانه اون اشتباه بزرگ بود، اشتباه بزرگی بود، اون پیام شوم، پیام شوم. به حال خود شما فرمودید بار در این دو بخش از گفتارتون که واقعا تاریخ رو نمیشه دوباره نوشت. از اونجایی که متاسفانه وقت تمومه، اما میشود برعکس تاریخ برنامه سوم و چهارم رو با شما داشت، دیدار ما در برنامه بعدی با نهایت میل.